سما خانم، بهجت خانم، دختر شما سر سفره یه چیزی گفت که من نسخه میکنم. زن چه باشی اول زلیل شوهری، دوم زلیل بچه ها. به خدا اگر مهمان افسر نبودی میزدم دهنش. نه من دلگیر حرفش نیستم، فقط اینکه گفت شازده هر بار بعد از قضا. من چه گفتم؟ شرمنده. راستش رسم نیست هوایی از هوای خودش چیزی طلب کنه، اما خدا شاهده حرفی چی میزنم برای خودم نیست، به خاطر دخترام. اینقدر نگرانم نکنید بهجت خانم، بگید چی شده. اللهش بندن زلیل لنه. راستش میخواستم خواهش کنم اجر اجازه بدید شازده هفته یک شب در اندرونی ما سر به بالش بگذارم. این حرفا چیه بهجت خانم؟ شازده که یه شب در میون خدمت شماست، من بیشتر از این چی کار میتونستم بکنم؟ دست شما درد نکنه، ممنون شما هستم تا ابد، اما نقل سر زدن و شام خوردن نیست. خواستم اگر اجازه بدید شازده هفته حداقل یک شب در اندرونی ما سر به بالش بگذارم. اینجوری دختراش هم فکر نمی کنند چه پدرشان تا این حد از مادرشان دل چندن. نمی فهمم، شازده که یه شب در میون خدمت شماست. دادم یانده فکر میکردم چه آن کسیه با آمدن شما. الله اکبر، از کدوم قضیه حرف میزنی؟ بهجت خانم صبر کنید. پس شب خوبید خانم؟ صبور باشید، صبور. خیالتون راحت خانومم، سکینه و مرواریدم چیزی نفهمیدم. مهم نیست. مهم نیست؟ یک ساعتی داشتن با هم پچ پچ میکردن. بهتر. ته پچ پچ آشوبه، ته آشوب آتیش. صبر کن، آتیش که گرفت تو فقط هیزم بذار، منتها مراقب باش. مراقب باش پر آتیششون به قبای شاهزاده ارسلانم نگیره.
من به اون روز افتادم چون خیالات ناسالم لبریز شد از گازه سرم. امارت گجری شد امارت کابوس. دیش نمفهمیدم هرچی میبینم کدامش کابوس کدامش واقعیت. همه چیز با همه چیز قاطی شده بود. تو چی همه نه نمیخوای دختر؟ تو چی نمیخوای از چشم شوهرت بیفتی؟ نه دلم نمیخواد. ولی دلم آشوبه از حرفای شما. دلت آشوب باشه بهتر از این چیز زندگیت آشوب باشه دختر جان. برو سر تو بنداز پایین بچسب به زندگیت. اینجور که پیداست هنوز به شما علاقه منده. نمیشه. من نمیتونم. من چی به اون روز افتادم بی آبرو شدم فخر از زمان. یکی میگفت سودا به مزاجش گلبه کرده سودا زده شده. یکی میگفت سودا به قدری زیاد شده که مال خولیا شده. یکی میگفت جن پری به جانش افتاده دعا نویس بیارید. شدم حرف دهن همه کلفت نوکرای امارت. تو چی همینا نمیخوای؟ دست بردار از این ماجرا. من هوای تو هستم ولی دشمن تو که نیستم. برای خودت میگم. خب چرا؟ چرا باید مثل شمایی به اون حالت دوچار بشه؟ حتما چیزی دیدین. معلوم بود چیزی میدونین. تو رو خدا از من مخفی نکنین. بدترین دردی چه ممکنه آدمی به خودش ببینه شچ. من در اوج مرض شچم راز ارسلانا به کسی نگفتم. حالا چه سال من بجم؟ این بدترین مرضی که میگید با حرفای شما به جون من افتاد. من چه کنم حالا؟ اینا چیه؟ هیچ طبیب بود برای من در ترابوزان اینا را برای من تجویز کرد. باعث تسکین روحه. شفا داده به من این سالا. اگر برای شما مقبوله بدم بهت استفاده کن. دلت قرار بگیره. اگر نچی معاف کن من از فاش شدن راز ارسلان. هرچه بیشتر تفره میرید بیشتر میترسم. آشوبی که به دلم افتاده شورتر میشه. به دوتا دردانه که دارید قسمتون میدم از من دریغ نکنی. قسم بی قسم. راز و ندیمه چر و لال من هم نمیدونه. در تمام این سالها حتی به روی خود ارسلان هم نیاوردم. بهجت خانم. لابد برای شما با دوتا بچه دیر شده بوده که سوختید و ساختید. اما شاید برای من دیر نشده. من با این شک نمیتونم زندگی کنم. بتوانی. انشالله شی بتوانی. بهجت خانم شما به من بدهکارید. من با شرط تجرد زن ارسلان شدم. ولی بعدش تن دادم به زندگی با هوو. به زن بودن شما حرمت گذاشتم. به مادر بودن شما حرمت گذاشتم. من در حق شما بدی نکردم خانم. شما هم در حق من بدی نکنید. اون راز هرچی که هست دونستنش حق منه. آرام باش خانم. آرام باش دختر. گریه چرا؟ من با وعده عشق پا گذاشتم به امارت کابوس. الله اکبر.
یالچه به شما اثبات میکنم غیر از من شما دستشم یک زن دیگه تو زندگی ارسلان است. اما من حوصله جنگ و جدال ندارم فخر زمان، به شرطی میگم که هیچ وقت هیچ جا به هیچ کس اسمی از من نبری. قول میدم، قسم میخورم به جان تنها برادرم میرزا اسد، قسم میخورم. باید از این عمارت خارج شویم، ولی نه با هم. هیچ کس نباید بوی ببره ها فخر زمان، حتی ندیم ها. هر طور شما بگید. فردا به بهانه ای از عمارت خارج شو، نزدیک غروب پشت عمارت ناصریه، کوچه افرا. باشه، پس دیدار ما پشت ناصریه کوچه افرا. جرام گفتی ولی قبول؟ بنده ساعه سه تومان به شما میده. تومان؟ من گفتم سریا. سه گرام بابت اولوفه ها، باقیشم بابت این گاری در بدا. گاری؟ گاری فروشی نیست. والا با این قیمتی چی من گفتم، گاری خود شاه هم فروشی. شما مجار فروشنده نیستی؟ خب این ابزار کارمه، ولی روی شما رو زمین نمیزنم، میفروشم. یاد داری اون اشکم هم شیره، بیا خودت هم بهش مهر. بله میدونم. شما گاری را به ببرزا جای چی من میجم؟ اون یک گرانه. بهجت خانم شبگردا دارن میرن سر کارشون. پس چی شد این سر گزایی؟ من اول زندگی تو همین عمارت بود چه عروس شدم. این در پشتی عمارتی که قرار بود پشت قباله عقد من بنویسن، خودم زیر بار نرفتم برای اثبات علاقه. مگه شما نگفتی این زن به حجامت مردم مشغوله؟ مگه نگفتی مادر شهره شهر بوده به خطاکاری؟ کوب از چرا یه مرد داخل نشد؟ استغفر الله، من چه گفتم این دختر خطاکار؟ من فقط گفتم مادر شهره بوده به بدکارچی. من چه به چشم خودم ندیدم. اما شما گفتی دخترم هم پای مادر کار میکرده. داشا و لوتی های شهر خبر داشتن چی مادر و دختر هم به زن حجامت میکنن هم به مرد. اصلا این مادر شهره بوده به لیلا تیغ‌طلا. یعنی الان دختر لیلا تیغ‌طلا تو خونه متروک شازده زندگی میکنه؟ این اصلا معقوله؟ بله، دو سال بعد از مرگ مادر
دختری ها گیبش زد. فهمیدن رابطه بین شاسته و این دختر برای من به قیمت 300 چه طلا و چندین سال مال خولیا تمام شد. چند سال چه 2 سال و 8 ماهش به گربت و آواره چه گذشت. اسم این دختر چیه؟ تالا. تالا دختر لیلا تیک تالا. خدا کم کم دارم به این ماجرا شک میکنم. به کدام ماجرا؟ به اینکه شاید کل داستان لیلا تیغ طلا و دخترش دنباله شکای شماست که بعد همون بیماری آرز شده. میگم دور از جون نکنه همه اینا از بیخ و هم باشه. چیه بهجت خانم، اینطوری نگاه نکنید. انکار نکنید که آدم شکاکی هست. چیز خنده داری گفتم؟ نه، خنده میکنم چون جای خنده دارم. من شکاکم قبول. شما چی؟ شما خودت شک نمیکنی؟ شما چی هم به 16 شک داری هم به شک کردن من؟ ماشاءالله 2 مرتبه از من شکاک داری. من آدم شکاکی نیستم بهجت خانم. من ساده رو باش که با حرفای شما اوقات خودم رو تلخ کردم. خوب شد به اسد نامه ننوشتم. 2 ساعت وسط این کاهویونجه نشستیم، زل زدیم به این در و این کوچه، نه زنی است نه شازده ای. هر وقت خسته شدید بجید برمیگردیم امارت. ولی همونجور چی به شما گفتم، 2 زن اپارار دایانون مقصدت شدار. انگار یکی داره میاد. یادم رجب علی هیچ بار بارو بنشن میار به این مارد. خود رجب علیه. خانم من دیگه طاقت نمیارم. حضر تقصیر آرام باش دختر جان. اینجور پیش پیش بری همه جا آشامش. رجب علیه. من دیگه طاقت نمیارم. باید این رجب علیه استنزاق کنم. من جای شما باشم این کار رو نمیکنم. فعلا جای من نیستیم بهجت. شما همینجا بمونید. اسمی از شما نمیبرم. رجب علی، رجب علی. یا خدا، خانم شما اینجا چی کار میکنید؟ بیا بریم پیش گاری تا بهت بگم. بازار بودم راهو گم کردم. خیر انشالله. من تا خونه شما رو مشایعت میکنم خانم. من مشایعت نمیخوام رجب علی. این زنگی بود که براش بارو باش آوردی ها؟ کی من؟ بار به کسی ندادم. با چشمای خودم دیدم رجب علی. هاشا نکن. خانم شما رو به عرض دعوت من هنو خوردن ننازید. به عیال دور و غریبم تو دهرم کنید. رحم میکنم. من به کسی حرفی از تو نمیزنم. اما راستشو بگو. من راستشو بگم، این زن از فامیلای دور ماست. من از بار و بنشن امارت سهم خودم برمیدارم به این میدم. حالا بیان تکلیف ببریم. صبر کن ببینم. فامیل دور شما توی امارت شازده چیکار میکنه؟ خب من به شازده التماس کردم بناهاجی تا گفتم اینقدر تا کرم جوشید زیر بار نمیرم بر باب.
راست میگی رجب علی؟ دروغم چیه؟ ببین رجب علی، اگه همینی میگی که باشه، یه خلعت حسابی پیش من داری. راست میگی؟ سلام علیکم رجب علی. یا امام زمان. سلام خانم، نوار نیو، گجنس خیر. خانم امشب همه اهل امارت با هم را گم کردن؟ ما را گم نکردیم رجب علی، شما را را گم کردی، چی داری دروغ میگی؟ دروغ چی؟ خدا نکنه. گفتی خیش و گم شماست توی این امارت؟ بله، زیر سایه 16 البته. وقت گفتی اسم این زن که خیش و گم شماست چیه؟ اسمش؟ رجب علی، شما سابق بر این مرد راستگوی بودی، باید به امو مشتی به جنب دنبالش نوچر لایق و صادق باشه برای امارتش دخترای من توش زندگی میکنه. خانم من چه دروغی دارم بگم؟ الان اگه حرفی بزنم سرپیچی از امر 16، اگه حرف نزنم بی حرمتی به شماست. خدایا چرا منو نوکر آفریدی؟ بلند شو، بلند شو مرد خجالت بکش، پاشو. از حرفهای شما به گوش کسی نمیرسیم، من ضمانت میکنم خودم. حالا به سؤالای من بدون تفره جواب بدی. چش ببینم همیشه فقط خود شما هیچ بار بونشن میاره به این امارت؟ بعضی وقت با من رجب علی، بعضی وقت هم خود شاسته. اما مشتی هم میدونه؟ نه، فقط من بی‌لیاقت میدونه. شما تا حالا داخل این منزل شدی؟ نه. کسی غیر از این زن هم توی نمارت هست؟ نه، یعنی من ندیدم. باشه رجب علی، باشه، شما برو. ما به شازده نمیجیم شما را اینجا دیدیم، شما به کسی نمیجی شما را دیدی. چش برو، برو اون اسب تبه بند به اون گاری با بارش ببر به امارت. گاری؟ گاری صاحب نداره؟ صاحبش منم، با بارش باشه دستگوش صداقت شما. چشم خانم، خدا بزرگی کمتون نکنه. حالا شما چطوری میخواییم برگردیم؟ من و خانم میریم در دروازه خودمون درشته چرایم کنیم. من طاقت هم نمیگیرم. شما بگید من خودم دارم. فخر زمان، فخر زمان بازم. رجب علی، رجب علی، بودو، 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 رجب علی، اسبت، اسبت، رجب علی. چیه؟ چیه؟ باز کنید در و کار واجبی دارم. نه از کسی چیزی میگیرم، نه به سائل و گدا و آواره چیزی میدم. زنی تنهام، برای حجامت اومدم، باز کنی تو رو خدا، انقریبه از هوش برم. کی هستی؟ با کی کار داری؟ اینجا کسی حجامت نمی کنه. مگه شما طلا دختر لیلا نیستی؟ مروت نیست که مردا رو به پذیری بدتر رو به روی ضعیف اینا خوشی مثل من ببندی. باز کن. از وجنات شما پیداست که بزرگ زاده اید خانم. شما رو به خدا منو رها کنید. کی به شما گفته من داخل این امارتم؟ حجامت هم کن بهت میگم. قد چند تا مرد بهت پول میدم، بذار بیام داخل. حالم خیلی بده. پول چیه خواهر؟ من چند سال از همه کار توبه کردم، نه حجامت میکنم نه دست مردی بهم خورده. شما رو به خدا برید. کسی که نشونی اینجا رو بهم داده، به چشم خودش دیده که مردای به این امارت رفت و شد داره. لابد هنوز حجامت میکنی که مشتری داری. خیال کن منم مردم حجامتم کنم.
چند ساله که فقط یک مرد پاش از درگاه این منزل گذشته، مردی که مردترین مرد این شهره، مردی که منو توبه داد و آدمم کرد. به خود خدا قسم، به خود خدا قسم که غیر از اون کسی داخل نشده، نه مردی نه زنی. محض رضای خدا رها کن منو. بسیار خوب، گمانم کسی که به من نشونی داده خیال کرده هنوزم کار میکنی. من سرم خیلی درد میکنه، باید برم جایی دیگه برای حجامت. خدافظ. خدا خیرت بده. پیداست شیر پای خورده ای، پیداست خانمی. شما رو به خدا به کسی نگید من داخل این عمارتم. گوش به گوش به پیچ خیلی ها میان سراغم. راضی به آثار من نشید. چشم خاطر جان. شما رو به خدا به اون کسی هم که نشونی داده بگید مدیونش کنید فاش کسی نکنه طلا داخل این عمارت. باشه، عذر زحمت طلب کنم. خدافظ. دل به مشت مال بده شزده، دل به دل. این هموم همه چیز شفاست، بخارش، مشت مالش، همه چیزش. سیمون بی خود جایی رو قرق نمی کنه. چه فرقی با بقیه جاده؟ بهترین کارگر سربینه، عالی ترین دلاک، آبگیری خوب، کیسه کش عالی، مشت مال خوب. اون چی کار داری میکنی؟ آبتر روز آب هموم کثیفه. وقتی من همومو قراغ میکنم از بعد از ظهر آب همومو عوض میکنم برای من تنهایی. خورما بخور. چرا خورما نمیخوری؟ وزیر شاخو بیا. شاخ؟ شاخ چرا؟ فضلی و حجامت، حجامت نکردم نمیذارم دیگه. نه نمیخوام. فکر کردی برای چی گفتم بیا همون؟ خلق تنگ این روزات مال خون فاسده. شنو کن فضلی. گفتم که نمیخوام. خلق تنگم به دلیل خدمتیه که به خاطر تو پیش زن و بچه هم تعامل میکنم. ناسپاسی نکن شازده، خودت میدونی که نجاتت دارم. فضلی بزن. گفتم که لازم نیست. خیلی خوب، ممنون که نجاتم دادی، ممنون که آبرومو خریدی. من اصلا حراس دارم، از هجومت متنفرم، بیزارم. بازده نباش شازده، از من تبلیسی یاد بگیر. نترس، مرد باش. خیلی خوب، من اصلا میرم خزینه تنم آب بکشم برم. حرف مهمت با من این بود؟ من آوردی اینجا دراز کنی، شاخ به چسبونی پشتم و به ریش من بخندی مردک. من خدرم رها کن، همون رها کنید. رها کنید. احسن دوستاد، احسن با این تیغ زدنت. لعنت به تو سیمون، من سال هاست از حجامت میذارم. تو عمرم خونه به این سیاهی نیده بودم.
یا خورمه بخور از خورمه. خورمه نمیخوری؟ بخور. چی شده؟ نره میزدی توی خواب؟ دیگه پیش من آرامش نداری؟ شانه نزم فخری جون خو. پس لابد سرچشمه این خواب بد جایی بیرون این امارته. این دمر افتادن، خواب بد دیدن، این عرق سرد. دمر افتادم چون پشتم رد تیغه زخم حجامت. حجامت؟ آره، رد تیغ زخم حجامت. آره. آهو، تو میدونی خانم چشه؟ خانم؟ نه، فقط از اون روز که تنهایی رفته بازار همش پشت پنجره میشینه. ماه تلت رو ببر بیرون یه هوا بخوره، من برم باش حرف بزنم. با این فروغ مروغا حرف بزن، ببین اگه تو امارت خبریه که من ازش بی خبرم بیا بهم بگو. چش. نارو مهری، کارم داری؟ درست عین بچگیات. چی؟ نگاهت. تو چشای من نگاه نکردنت، قایمکی قصه خوردنت. چی شده دخترکم ها؟ چی شده عزیز دلم؟ نمیدونم، خودم هم نمیدونم. نمیگی؟ معذورم. آخه دختر من. ول کنی نروا رو. یه سوال بپرسم، راستشو میگی؟ بپرس. وقتی مهدی قلی رفت، وقتی مطمئن شدی که دیگه رفته؟ خب دلت شکست؟ میدونم عاشق نبودی، میدونم به زور حاج بابا زنش شدی، ولی وقتی رفت دلت شکست یا نه؟ یکم یه هوا ادعای عاشقیت داشت، ولی نقل عشق و محبت نبود که دلم شکست. نقل مرا معرفت بود. کاش به هم میگفت و میرفت. اگه میگفت چی توی سرشه میذاشتی بره؟ نمیدونم. به نظرت از ترس عیالواری رفت یا با کسی همداستان شده بود؟ کسی یعنی کی؟ مثلا یه زن که با خودش ببردش.
مهدی قلی ها؟ کاش که اینجوری بوده باشه. نه خدا نکنه. چرا پرسیدی اینا رو؟ هیچی، همینطوری یهو یاد مهدی قلی افتادم. یادت میگفت مهدی قلی بخونیدن؟ آره ذلیل شده، چپ میرفت راست میومد میگفت غلامتم، عبدتم، عبیدتم. بیداد چطوری میتونن؟ کیا؟ مردا چطوری میتونن مهر و نسا؟ یکم نبود فخر و زمان. خیلی دلم شکست وقتی رفت، ولی خوب شد که رفت، خوب شد که تموم شد. چطور؟ رند بود، در زبان عاشق، در نهان فارق. اگه نمی رفت تا ابد نمی فهمیدم دلش با هم نیست. بس که مرد رند بود پدر نامرد. آره راست گفتی، خوب شد که رفت، خوب شد که تموم شد. هیچی خانم، دارم شده دست خانم رو نسا. گفتم خانم میخواد به مشق. تکلیفمه؟ آره، ولی تکلیف این بارت مثل همیشه نیست. این نامه رو میبری میدی دست میرزا اسد. من؟ میرزا اسد؟ میمونی فوری جواب میگیری بعد برمیگردی. چشم. نه اینجا نه اونجا به احدی چیزی نمیگی، نامه رو میدی میگیری بعد برمیگردی. فهمیدی؟ چشم. مراجز. آهو. بله خان. مهر و نسا چیزی نمیدونه. باشه خان. برو به سلامت. آهو. بله خانم. مواظب باش. چشم. آن که خاک را به نظر کیمیا کند، آیا شود که گوشه چشمی را؟ آهو. بله. خیر باشه انشاءالله. کجا به سلامتی؟ خانم خرید دارن، دارم میرم تو شهر. آه، تنهایی؟ تنهایی. راه و بلدی مگه؟ میپرسم. خوب خب، بگو چیه بگم. رجب علی کسی همراهت بیا. نه آخه نمیشم، خرید زنون است. زنون؟ خب میگم یه زن همراهت بشه. راحت نیستم، من برم همو دید میشه. آهو بیا امو. بله. میگم این مهر و نسا خانم حرفی نقلی چیزی از من به تو نگفتم؟ چیزی مگه باید بگه؟ ها هنوزم شما دلت پیشم. ای بابا برو برو به کارت برس. Thank you.
یه نفری رفتی دو نفری برگشتی؟ چیزی شده دخترم؟ نه رجب علی نه. پس چرا این تک رفته جفت برگشته؟ ول کن رجب علی، کار داریم. برو دنبال کاره. چی شده آهو؟ شما کی تشریف بردید؟ ما زیارتتون نکردیم. دفعه بعد از شما اجازه میگیرم. نه نه، اجازه مام دست شماست. فرض معاشرت. وقت معاشرت نیست آقا ابراهیم. غیر از معاشرت میخواستم ببینم آهو خطایی کرده، نکنه باز بی اجازه سر خود خبط خطایی کرده باشه. آقا دفتر... ابراهیم، چیزی نشده. الان تو این عمارت شما کار مهمتری از من و آهو نداری بری تمشیت کنی؟ بیا. چه کاری واجبتر از مهر تو مهری؟ من اگر نامحرمم بگو تا طلعتو بردارم برم یه طرفی، اگرم نیستم که این چه اوضاعیه. چی شده؟ چی شده؟ این چیه؟ ای آهوی بیارزه. خانم به خدا من نمیخواستم چیز... سر این بیچاره خالی نکن، جواب منو بده. خب چرا اذیتم میکنی مهری؟ محرم نامحرم چیه؟ با آهو گفتم این نامه رو ببره چون شأن تو نیستش کاغذ بیار و کاغذ ببره من باشی. کی خواست کاغذ ببره؟ میگم چی شده؟ از صبح صد بار پرسیدی. من که از تو جدایی ندارم، ولی وقتی میگم معذورم یعنی معذورم. منم طبق وصیت مادرت مأمورم به مراقبت. منم معذورم فخرالزمان. مأمور و معذور. معذوری؟ بازش کن بخون. میخواستم باز کنم که توی راه وقت داشتم. خودت بگو چی شده. مهر و نسا، من هم از پا افتادم هم از نفس، دیگه نای جنگیدن ندارم. تو هم هر کاری دوست داری بکن. اینا چیه نوشتی؟